در مکینتاش امکان اینی که شما اینترنت مکتون رو به اشتراک بذارید با دستگاه دیگه وجود داره. این دستگاه ها میتونن هر دستگاهی باشن که از اینترنت استفاده میکنن و امکان وصل شدن به مک شما رو هم دارن، از جمله کامپیوترهای دیگه، موبایل تلفنتون، پاکت پی سی ها یا آیپک ها، آیپد ها، به هر حال هر دستگاه الکترونیکی که بتونه از اینترنت استفاده کنه و ضمناً به مک شما وصل شده باشه میتونه از اینترنت مک شما استفاده بکنه و وارد اینترنت بشه. مهم نیست از چه راهی وصل شده باشه، میتونه از راه های باسیم و بیسیم وصل شده باشه، مثلا بیاد از راه باسیمی ایترنت وصل شده باشه یا اینکه از راه بیسیمی بلوتوث وصل شده باشه. به هر حال میتونید شما اینترنت مکتون رو به اشتراک بذارید با این دستگاهی که وصل شدن به مکینتاشتون. برای تنظیماتش کافیه وارد سیستم پرفرنسز بشید و به بخش شیرینگ برید. در اینجا اینترنت شیرینگ رو میبینید، کافیه بر روش کلیک کنید که بتونید تنظیمات رو انجام بدید. اول از همه باید بگید که اینترنتتون رو از کجا دریافت میکنید، چرا که کاری که ما الان داریم انجام میدیم این هست که کامپیوتر شما رو، مک شما رو تبدیل میکنیم به یه راوتر و کارش این خواهد بود که از یک مسیری ورودی اینترنت رو دریافت میکنه و از مسیرهای دیگری اینترنت رو خارج میکنه و به اشتراک میذاره با بقیه دستگاه. در نتیجه اولین قسمت بایستی انتخاب بکنیم که از کجا دریافت میکنیم اینترنت رو. اینترنتی که به کامپیوتر من وصل است به توسط ایترنت وصله، در نتیجه ایترنت رو انتخاب شده میذارم باشه. شما میتونید که گزینه‌های دیگری رو انتخاب بکنید، ممکن حتی تعداد مال شما کمتر و یا بیشتر باشه بنا به اینکه چند تا دستگاه چه دستگاهی وصل است به کامپیوترتون. و بعد هم میتونید بگید که با چه دستگاه ها و یا سیستم هایی میخواید به اشتراک بذارید این اینترنت رو. بلوتوث پن رو من انتخاب کردم، میتونم اینترنت رو انتخاب کنم، میتونم فایر وایر رو انتخاب بکنم، حتی ممکنه شما ایرپورت داشته باشید، کارت ایرپورت داشته باشید بر روی کامپیوترتون و ایرپورت رو انتخاب بکنید و تبدیل بکنید مکینتاشتون رو به یک راوتر وایرلس، یعنی اینکه کامپیوترهای دیگه، دستگاه‌های دیگه به توسط ایرپورت بدون سیم وصل بشن به این مکینتاش شما و مکینتاش شما به عنوان یک راوتر وایرلس استفاده بشه ازش. بعد از اینکه انتخابات رو انجام دادید کافی است که بگید اینترنت شیرینگ، انتخابش بکنید. میگه که چون به نتورک وصل است تغییراتی ممکنه در نتورک به وجود بیاره که باعث دردسر بر ما بشه، اگر نمیدونیم چی کار داریم میکنیم به کسانی که میدونن تماس بگیریم و بعد این کار رو انجام بدید. چون ما میدونیم چی کار میخوام انجام بدیم، در نتیجه بر روی استارت میزنیم و اینترنت رو به اشتراک میگیریم با دستگاهی که حالا من اینجا انتخاب کردم، بلوتوث پن. امیدوارم این درس هم به درتون خورده باشه.